مردم می توانند از بدرفتاری نیروهای طالبان به وزارت امر بالمعروف شکایت کنند. همچنان خبر حاجل و فوری که همین اکنون از ولایت کاپیسا و دسترس ما قرار گرفته است. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با مهمترین خبرها از این کانال خوش آمده. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها. مردم می توانند از بدرفتاری نیروهای طالبان به وزارت امر بالمعروف شکایت کنند. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با انتشار اعلامیه از مردم خواسته است تا چنانچه با بدرفتاری نیروهای طالبان مواجه شده اند، موضوع را به بخش سهم شکایات این وزارت به اشتراک بگذارند. این وزارت در اعلامیه‌اش با اشتراک گذاشتن 4 شماره تلفن از تمامی شهروندان خواسته است که اگر با بدرفتاری و ظلم نیروهای طالبان مواجه شدند، با این شماره ها به تماس شوند. این اظهارات از سوی این وزارت در حال مطرح می‌گردد که تاکنون گزارش های مردمی فراوانی از برخوردهای ناشایسته، بازداشت‌های خودسرانه، لد و کوب و شکنجه مردم توسط نیروهای طالبان در مکانهای مختلف نشر شده است. شماری از نهادهای بین المللی و حقوق بشر به شمار سازمان ملل متحد نیز تاکنون گزارش های زیادی از بازداشت های خودسرانه، شکنجه، لد و کوب، ناپدید شدن نیروهای امنیتی پیشین و حتی قتل نشر کرده اند. همچنان خبر حاجل و فوری. حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی بالای طالبان در ولایت کاپیسا و نقل از صفحه رسمی جبهه مقاومت ملی. حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی بالای طالبان در منطقه سنجن ولایت کاپیسا صورت گرفت که در نتیجه دست کم 19 طالب کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شده است. تعداد 4 تن طالب دیگر نیز اسیر نیروهای جبهه مقاومت گردیده است. از توجهتان تشکر. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا بسته خبری دیگر، حالا مددگارتان، فراموش نکنین این ویدیو را لایک و با دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید. پیروز و کامگار باشید.